السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابر. روز 4 ژانویه ملاقات تلفنی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف با پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین با عمل آمد. پرزیدنت های ازبکستان و روسیه مساله های رشد همکاری های عملی را بررسی کردند. مساله های تحکیم منبعی مناسبت های شریکی همجانبه استراتژی ازبکستان و روسیه بررسی شدند. دینامیکای رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی دو جانبه از جمله افزایش حجم معاملات متقابله مال، افزایش شمار کارخانه های مشترک و لایحه های همکاری با اشتراک شرکت های با نفوذ ازبکستان و روسیه با قناعتمندی قید کرده شد. اهمیت ادامه رابطه های پرشدت بین منطقه های دو کشور با این مقصد ثمرناک استفاده بردن امکانات های میدانچه های نمایشگاه بین المللی اینوپروم آسیای مرکزی که هر سال در شهر تاشکند گذرانده می شود، اینچنین فوروم منطقه های ازبکستان و روسیه قید گردید و مساله های توسعه همکاری های متقابلا سودمند در بخش نفت و گاز توجه خاص ظاهر کرده شد. سرور دولتمان همچنین به نتایج پرثمر نشست غیر رسمی اتحاد دولت های مستقل در شهر سن پترزبورگ که 26 و 27 دسامبر سال 2022 برگزار گردید بهای بلند داد. صحبت تلفنی رهبران ازبکستان و روسیه در فضای انعنوی گرم دوستانه و کاری صورت گرفت. هفته آینده در ازبکستان هوای سرد تا 27 درجه مشاهده می شود. در این باره ازگیدرومت خبر داد. طبق معلومات ها هوای سرد از حدود روسیه به ازبکستان وارد می شود. از روی خبری ازگیدرومت 9 ژانویه سال روان مسیح هوای سرد که در منطقه های شمالی قسم اروپایی روسیه به وجود آمده است با قلمرو ازبکستان وارد می شود. گفته می شود که روزهای 9 و 11 ژانویه در بیشتر قلمرو کشورمان بارشات یعنی باران و برف به عمل می آید. در دامنکوها و ناحیه های کوهی برف می بارد. در بعضی جای ها بارشات شدید پیش بینی شده است. من جاری اونچه ژانویه باشلب رеспوبلیکامز مقیاسیده تاغلی حدودلرده keskin sovib ketishi natijasida shu qor yog'ishi, yog'ingarchilik va shamol bo'lish ehtimoli mavjud. Shu bilan birga tog'li joylarda qor ko'chishi va ko'chki bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi ehtimoli borligi uchun ayni shu kunlarda aholimizdan iltimos qilamiz, yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik. Tog'li joylarda bizda bilamizki mol boqish va sayyohlik ko'payadi, shu bilan birga bormaslikni nazorat qilishni talab qilamiz. اینچنین روزهای 10-15 ژانویه در جمهوری هوای سرد غیر عادی در نظر است. حرارت هوا شبانه تا 12-17 درجه، روزانه تا 5-8 درجه سرد. در شمال شبانه 17-22 درجه و در بعضی حدودها 25-27، روزانه تا 7-10 درجه خنک. در جنوب و وادی فرغانه شبانه تا 5-10 و روزانه تا 2-5 درجه خنک می شود. در روزهای سرد و بارشات شدید گرفتن پیش روی حالت‌های فوق‌العاده از مسائل مهمترین به شمار می‌رود. در هی سخنیز برای با وجود نامدن حالت های فوق‌العاده یا اینکه گرفتن پیش راهی آن از جانب شعبه وضعیت های فوق‌العاده ناحیه سخ چاره و تدبیرها اندیشیده شده است. فقرالارمزدن یشش خاندانلارمزده استیش منبعیدن توغر فایدلنشه و یقارده اتکنمزده که شمال بولگنده دود برانلرده شمالگه خرمه قرشه خیگن جایلرده کشپیتلره اوچ پامسلیگده نظارت قلشه تومنمزده کارخانه تشکیلات مؤسسه‌لر rahbarlardan iltimos qilamizki barcha isitish manbai qozonlarni kuchaytirishga alohida e'tibor berilsinlar. در روزهای معین شده مردم را برای سیر و سیاحت به حدودهای کوهی نرفتن توصیه داده ایستاده است وزارت وضعیت های فوق‌العاده کشور، زیرا طبق معلومات ها 4 ژانویه سال جاری یک نفر شهروند 61 ساله روسیه با مقصد دمگیری و چنتازی در دامنه کوه چمیان ناحیه بستانلیق ولایت تاشکند به هلاکت رسیده است. وی با برابر آگاهی بودنش از عاقبت خف کوچش در حدود تحقیق کرده شده چنه رانده زیر برف مانده است. در قزاقستان باشد طوفان برفی به وجود آمده، در نتیجه حالت های یخبندی واسطه های نقلیات حتی به نظر رسید. با آنهایی که در طوفان برفی مانده بودند با تکنیک نظامی کمک کرده ایستادند. به هر حال در چنین روزهای سرد از اهالی احتیاطکاری طلب کرده می شود. صلح و امنیت یکی از بی‌بهاترین نعمت است. واقعا در کشوری که صلح و امنیت برقرار است در آنجا پیشروی نیز به نظر می رسد. خرسندی آور است که ازبکستان آسوده ترین کشور آسیای مرکزی اعتراف کردید.
واقعا در کشور آفتابی ما صلح و امنیت برقرار است و از این جهت در هر ساحه پیشروی و دیگرگونی های کلی به عمل آمده ایستاده است. مهمش آن است که ازبکستان در گزارش شاخص جهانی صلح برای سال 2022 در بین 163 کشور مقام 86 را اشغال کرده است. ازبکستان با اشغال این مقام میان کشورهای آسیای مرکزی آسوده‌ترین کشور معرفی گردیده است. این چیز خود از خود پیدا نشده. من خودم هم 63 سال دارم، بسیار دوره ها را سر گذرانده هستم. راستی به مانند حیات همین روزه، چه از جهت مادی، چه از جهت معیشی، چه از جهت معنوی، همه طرف از جهت آزادی سخن، دیگر چیزها، به مانند امروز من جمعیت ندیدم گم که خطا نمیکنم، این مبالغه نمیشود. من بزرگان گفتگی هستند که من در دین اسلام ما هم سخنهای خوب رفتگی هست که در همون جای برکه میشود، که در همون جای صلح و امانی باشد. وانا همین چیز رو با نظر داشته، همین سخن، همین چیز رو با توضیح داده لاحتی بزرگ سخن، یعنی عقل دانا گفتگی هستند که صلح در همه جا لشکر دارد، جنگ بر آدمی خطر دارد. حق بر جارمین اونها است که در جایی که جنگ میشود، البته خب من از کشورهای همسایه ما انقدر رفتن است که در همونجا برکه نمی شود. اگر چنده که همون کوه لزر برین تلو را آورده خوبی کرده مونید، هم در همونجا برکه نمی شود. اکنون من گفتنی هستم که وظیفه ما کلان سالان، وظیفه زیاییان، وظیفه هر یک پدر مادر همین چیز است که در دایره تنگ با اویله خود، با فرزندهای خود و اهل خانوادگی خود در باره نگه داشتن همون وضع صلح ما حرکت کردن آمده کار. ما به هر چه سخنهای مثال کوچگی یا بعضی سخنهایی که مثال دشمنهای دولت ما شاید از جهت رشک باشد، هم جمعیت ما رو دیده نتوانسته، نسبت همین در دیگر جای ساده، هر چنده که در اینجا تعالی گفتگی باشند، هم با حسی ناشکری دولت امروزه ما رو تنقید کرده ایستادند که آنها مطلق و نادرست هستند، یعنی رویه خطا دارند که ما خطا نمیکنیم. البته خیلی که در بالا گفتیم، همه وضع صلح رو موکلان سالها کسانی که راهبر باشن، کسانی که زیایی باشن یا راهبر تشکلات باشن، اگر با همون اهل جمعی مهنتی خود در باره همون وضع صلح، در باره نگه داشتن همون چیز، در باره داده نشدن به حسیات های مثال بیرنه دیگر جهل و جهالت و دیگر چیزها، یک مسلحت ها دهن، اگر همون صلح را نگه داشتن آمده کار. یعنی من گفتنی هستم که همون صلح و آسایشتگی امروزه جمعیت ما و لاحن چشم بر نرسد. همینطور در این اندیکس قرغیزستان در جای 91، تاجیکستان در مقام 92، قزاقستان در جای 97 و ترکمنستان در جای 104 قرار دارند. این ارزیابی که روز دوشنبه 2 ژانویه نشر شد، وضعیت امنیتی 163 کشور جهان را بررسی کرده است. در این شاخص ایسلندی آسوده ترین کشور جهان معرفی گردیده است. در دهگانه آسوده ترین کشورهای جهان همچنین زلندی نو، ایرلندی، دانیا، آوستریا، پرتغالیا، سلوونیا، چخیا، سنگاپور و ژاپنیا وارد گردیدند. استونیا مقام 33، لاتویا مقام 35 و لیتوا مقام 37 را صاحب شده، آسایشته ترین کشورها در پهنای اتحاد شوروی سابق معرفی شدند. افغانستان باشد نا آسوده ترین کشور جهان عنوان شده است. این دولت در زینه 163 قرار دارد. این مراتب ششم است که افغانستان پی هم ناآسوده ترین کشور در جهان اعتراف می‌گردد. شاخص جهانی صلح افزوده است که وضع امنیتی 90 کشور جهان بهبود یافته و 71 کشور دیگر ناامن‌تر شدند. شاخص جهانی صلح گزارشی است که توسط پژوهشگاه اقتصاد و صلح تهیه گردیده، موقعیت نسبی صلح‌آمیز بودن کشورها و منطقه ها را می‌سنجد. بر اساس گزارش شاخص جهانی صلح، در 10 ساله اخیر کشورهای جهان نسبت به صلح بیشتر به خشونت رو آوردند. میتوان گفت که اینوسترها و سیاحان اساساً به کشوری می‌روند که در آنجا صلح و امنیت برقرار باشد. بعد از آنکه درباره وضعی توریستی، وضع سیاحان، قرار مخصوص دولت و درجه به پایه سیاست دولتی برداشته شد، قریب که 50-60% نسبت پیشتره همون سفرهای مثال آدمان خارج کشور ما با بهانه مثال من زیارت کردن مثال شهرهای سمرقند، بخارا، دیگر جاهای تاریخی به همینجا افزود. من خصوصا به همین سوخ ما همون اینوستورهای یعنی سرمایه دخ وارد کنندگان مثال خارجی هم آماده اون هست که به اینجا مثال هم خیلی سرمایه های خود را گذاشته، در اینجا کار خود را دوام دهد. این همش نتیجه صلح است. خود به مانند آن است که بلبل مثال هیچ محل به خار نمی رود، به گل می رود.
البته گلزار بدن ازبکستان ما باقی ماند. در دوام سال 2022 شماره سیاحان خارجی که از کشور ما دیدن کردن خیلی افزایش یافت، زیرا در این کشور با برابر موجود بودن موضع‌های قلعه برای سیاحان، صلح و امنیت نیز برقرار است. ازبکستان حتی توانست در دوردست‌ترین منطقه ها نیز توریسم را رواج دهد. بخش خبری پیام روز دوام دارد. در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه سوخ با اشتراک فعال زنان و دختران محله ها جمامت برگزار گردید و با آنها پلانشیت های زمانوی تقدیم کرده شدند. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. بهره به عمل تطبیق نمودن قرار پرزیدنت رسولیک ازبکستان از 29 ایونی سال 2022 درباره چاره و تدبیرها آید بلندبرداشتن ساختار رسانیدن خدمات‌های اجتماعی و کمک کردن به آیله‌های کم تامین و هم تیزانیدن کارها دایر به کسب آموزی زنان در محله‌ها قبول گردیده است، در ناحیه سخنیز کارهای به نظر نمایان اجرا می‌گردند. البته این قرار به بلند شدن فعالیت زنان در محله‌ها خدمت می‌کند. واقعاً با قرار پرزیدنت رسولیک ازبکستان در دوام سال جاری در هر محله کشور لوازم فعال زنان و دختران جاری کرده شد و آنها در دوام 9 ماه در محله ها ثمرناک فعالیت بردند. وظیفه اساسی آنها آموختن درد و مشکلی های زنان و دختران و تا قدر امکان در دایره قانون حل نمودن مسئله آنها و از جهت مادی یاری رسانیدن به آنها می باشد. امروز در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه سوخ جمامت برگزار گردید و در جمامت فعالان زنان و دختران محله های ناحیه سوخ اشتراک کردن. در آغاز جمامت معاون حاکم ناحیه سوخ مدینه خان سفر و سخن کرده قید نمود که امروز در ازبکستان مقام و منزلت زن خیلی بالا رفته است و اعتبار به زنها در درجه بلند می باشد و بعد آن به 27 نفر فعال زنان و دختران محله های ناحیه سوخ پلانشیت های مخصوص تقدیم کرده شد. لوازم زنان فعال در محله جاری شد. از این ما استفاده برده من زن ها را سره کرده به لوازم ها انتخاب نمودن، ما از این بین نهایت خرسندیم و ثمره کاری ما را باز دولت دیده من از طرف پریزیدنت با پلانشیت های زمانوی تقدیرانیده ما را باز کاری ما را آسان نمود. ما با این پلانشیت های زمانوی به محله ها برآمده معموهای خلق را از نزدیک سنجیده به درد خلق درمان می شویم. البته همین طور ما از پریزیدنت، از رهبران تمام دولت حکومت مندار هستیم. در واقع در دوام جمامت به سخن برآمدگان آید اعتبار پرزیدنت مملکت به فعالیت فعال زنان و دختران در رسپولیکمان حرف زده، آید ثمره اصلاحات ها در سمت حفظ حقوق زنان و تحکیم موقع آنها در جامعه سخن راندند. در محله شرق‌آباد در دوام 9 ماه من ما به 6 نفر زن ها ماشینه چاک هدیه کردیم از طرف دولت به طریق سوبسیدیا. باز به 31 نفر زن ها 1,100,000 پول دادیم از طرف حکومت. همه این نظری اعتباری رهبران دولت به زنها به نهایت نهز است. ما از این منتظر هستیم. البته میتوان گفت که امروز فعال زنان و دختران در محله های ناحیه سوخ ثمرناک فعالیت برده ایستادند و آنها خانه به خانه رفته مشکلی های اهالی را خواسته زنان و دختران را آموخته ایستادند. برای براه ماندن فعالیت پرثمر فعال زنان و دختران ناحیه استفاده از تکنولوژی های معاصر نیز بسو اهمیت کلان دارد. از این جهت با آنها پلانشیت های زمانوی از حساب دولت تقدیم کرده شد. در کدکس مهنت ترتیبی به رسمیت در آوردن شرطنامه مهنتی بین کارفرما و کارمند، حقوق و عهده‌داری های کارمندان و کارفرما معین کرده شده است. امروزها حفظ حقوق مهنتی کارمندان، حفظ پرقوت اجتماعی به یکی از پرینسیپ های اساسی اصلاحات عملی تبدیل یافته است. در نوحه سخنیز بعضن حالت های پایمال شوی حقوق کارمند از طرف کارفرما به نظر رسیده ایستاده است. استفاده درست معیارهای حقوقی برای تنظیم مناسبت‌های مهنتی بین کارفرمایان و کارمندان و پیشگیری اختلافات احتمالی بین آنها مهم است. در بعضی حالت‌ها بین کارمند و کارفرما نافهمی‌ها به وجود می‌آید و در نتیجه حالت پایمال‌شوی حقوق کارمند به نظر می‌رسد. این گونه حالت‌ها در اکثر موارد به کروپسیه راهی وسیع می‌کشاید. قرارداد اشلار بوچه سودلار تماماً
mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar ham ko'rib chiqiladi. Shu jumladan fuqaro ishlari bo'yicha So'x tuman sudiga ham mehnat munosabatlaridan yuzaga keladigan da'volar kelib chiqmoqda va bu da'volar sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Sudlarda ko'riladigan mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan da'volarda o'sha ish beruvchi va xodim o'rtasidagi yuzaga keladigan nizo, bunda ish beruvchi tomonidan chiqarilgan buyruqni asosiyligi, qonuniyligi tekshirib chiqiladi. Mehnat shartnomasini bekor qilishda ish beruvchi o'zining tashabbusi bilan bekor qilinadigan mehnat shartnomasi albatta bu qonuniy va asosiy belgilangan tartibda bo'lishi lozim. Xodimning huquqlari, manfaatlari sud tomonidan shu bilan birgalikda mehnat huquq inspeksiyalari tomonidan albatta himoya qilinadi. Shu sudda ko'rish jarayonida ish beruvchi tomonidan chiqarilgan buyruqni qonuniyligi, asosiyligi tekshirib chiqariladi. از این جهت هر کارمند مجبور است پیش از همه حقوق، مجبوریت و وکالت‌های خود را به خوبی داند. حالت‌های پایمالشوی حقوق خادم از جانب کارفرما همان وقت به نظر می‌رسد که اگر کارمند از حقوق خود، از مجبوریت و وکالت خود آگاه نباشد. طبق معلومات رئیس سودی شهروندی ناحیه سوخ در ساختار تندرستی و تعلیم خلق، بعضاً در گرفتن معاش و مبلغ‌های ایلاوگی، حالت‌های پایمالشوی حقوق کارمند به نظر رسیده ایستاده است که این حالت‌ها به نظارت گرفته شده مسئله به فایده خادم در دایره قانون حل کرده شده است. بودن تشکره ایش بیروچ تامان نچکرلگن خادم ایشتن بوشتیش یا که خادم باشقه ایشکه اتقزیش بو که به بیروگلر هم اساسلی قانونیلگی سود تامان نورگنب تکشیرد چکلر. چون این دیک مهنت مناسبتلردن که چکلگن یا بر نزالرن دورد بو خادمگه تولنشی لازم بولگن خساب لنگن لیکن تولنشی لازم بولگن ایش حقنه اوندریش حقه دیگه arizalar hisoblanadi. Bu sud buyrug'i tartibida ko'riladigan arizalar hisoblanib, shu xodimga 3 oygacha bo'lgan hisoblangan lekin to'lanmagan ish haqini undirish haqidagi ishlar ko'rib chiqiladi. Bunda ham o'sha xodimni huquqlari manfaatdan kelib chiqqan holda ularning huquqini ta'minlash sud tomonidan amalga oshirilishini bir ko'rinishi sifatida belgilash mumkin. بعضن حالت های به اجازت کارمن از جانب کارفرما ایواز کردن لوازم خادم به نظر رسیده ایستاده است که این هم علیه قانون می باشد، گفت رئیس سودی شهروندی ناحیه سوخ. خلاصه امروز ها چنین حالت ها بیشتر به نظر رسیده ایستادند و در این مورد کارمندان می توانند به شعبه عدلیه یا سودی شهروندی مراجعه نمایند. وقتی درباره کروپسی حرف میزنیم در حال ساحه ساختمان را بیاد میاریم، زیرا سالهای آخر در ازبکستان از اوج گرفتن کروپسی در ساحه ساختمان در شبکه های اجتماعی در واسطه های اخبار عمومی در جمع آمد سناترها و عالی مجلس بانگ میزنند. قرار نوی پرزیدنت اصلا برای برهم دادن کروپسی در ساحه مذکور قبول گردیده است. موافق قرار منبعد نمایندگان حکومت چهارم یعنی ژورنالیستان، یاوران حاکم و سرور جوانان نیز کارهای ساختمانی را نظارت میکنند. می توان گفت که در دوام 5 سال اخیر در ازبکستان کارهای ساختمانی خیلی اوج گرفت و حتی در دهات دوردست نیز ابیکت های نو زمانوی برپا کرده شده کارهای تامین دهات دوردست با انفراساختار در هر حدود کشور به نظر می رسد. خصوصا در ناحیه سوخ در دوام 2 سال اخیر در اساس قرار پرزیدنت رسولیک ازبکستان که درباره رشد همه جانبه اجتماعی و اقتصادی ناحیه سوخ ولایت فرغانه در سالهای 2020-2021 قبول گردیده است، کارهای اسفالت پوش کردن راهها، برپا نمودن ابیکت توی اجتماعی، تامین اهالی به آب نوشاکی و آبیاری کارهای نظررس به عمل برآورده می شوند. البته برای این کارها از حساب بودجه دولت مبلغ جدا کرده شده است و لایحه‌های این کارها در اساس تندر به فرماهای خصوصی داده شدند، اما بعضی کارها صفتناک و در مدت معین شده اجرا کرده نشدند که در این باره پراکوراتور نیز پرونده جنایی باز نموده است. برای منبع تکرار نشدن این حالت ها و برهم دادن با کروپسی البته حکومت کشور چاره‌های ضروری اندیشیده است. قرار پرزیدنت رسولیک ازبکستان درباره چاره ها آید به تکمیل مکانیزم های نظارت در تطبیق لایحه های ساختمان باز هم بلند برداشتن آشکار بیانی و شفافیت جریان قبول گردید. موافق قرار از 1 ژانویه سال 2023 در دایره برنامه و لایحه های دخلدار دولتی، تشکیلات های اساسی لایحه کشی جستجویی و ساختمان و پودرچی ابیکت ها توسط تندرهای الکترونی در سیستم ملی اطلاعاتی ساختمان شفاف معین کرده می شوند. یاردمچی حاکم، فعالان محله و سرور
جوانان، نمایندگان واسطه‌های اخبار عمومی، خاصه ژورنالیستان و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی از بالای وضع کارهای ساختمانی در حدودها نظارت را مقرر می‌کنند. با تبری پرزیدنتمون گیم در جایی که نظارت جماعتی خیلی خوب براه مونده شود، البته کار کرپسی هم کم شده میرد و ترقیات به نظر میرسد. در اساسی قرار نوی رهبری دولت اکنون وضع کارهای ساختمانی را در حدودها فعالان محله، یاردمچیان حاکم، فعالان سروری جوانان، دپوتات ها و ژورنالیست ها نظارت میکنند. بغیر از این جاری گردنی پلتفرم ساختمانی شفاف در ساحه ساختمان صد راه کرپسی میگردد گیم خطا نمیشود. اگر دپوتات، ژورنالیستان، فعالان محله از یک گریبان سر برآورده جریان را نظارت کنند، البته صفت کارهای ساختمانی هم بلند شده میرند و کرپسی قسما باشد هم در این ساحه برهم مییابد. البته پرکرارهای ولایت، شهر و ناحیه ها هر کوارتال درباره چاره های پیشگیری نمودن کرپسی و ویرانکنی قانون در ساحه ساختمان به اهل جمعیت معلومات می دهند. تا یکم ینوار سال آینده همه پروسس ها از بقیدگیری ابیکت های بیناکاری تا به استفاده قبول کردن به طور رقمی گذرانده می شوند. در سیستم ملی اطلاعاتی ساختمان شفاف تا یکم ینوار سال 2023 نامگوی برنامه ها و لایحه های نگاه داشته شده تمام تغییرات و علاوه ها به آنها انعکاس کرده می شوند. همچنین طبق قرار زمینه مبیلی سیستم ملی اخباری ساختمان شفاف تأسیس داده می شود. ازبکستان در دوام 5 سال آخر علیه کرپسی سخت مبارزه برده ایستاده است، اما همان حالت های کرپسیانه بین کارمندان و رهبران اداره های دولتی به نظر رسیده ایستاده است. در همین جا سؤال به میان می آید: کرپسیونر کیست؟ کرپسیونر آن است که نفس بر وی غالب آمده است، اما به یک جهت علاوه اعتبار دادن لازم است. اگر کسی که غلام نفس پلید است، او را در هر دو دنیا سعادتمندی ناپدید است. بینندگان عزیز، در دامی لحظه ها سیو حرکت کردیم، با شما تنها خبرهای مهمترین روز را رسانیم و در همین جا به بخش خبری پیام روز انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.